سلام، وقتتان بخیر. به محور خوش آمدید. قرار است تا لحظات دیگر نشست سوم دوحه پیرامون اوضاع افغانستان به میزبانی رزمری دکارلو برگزار شود. به گفته اشتراک کنندگان در این نشست قرار است هیئت حکومت سرپرست با خانم دکارلو معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و نمایندگان کشورها و سازمانها پشت درهای بسته روی موضوعات مختلف بحث و گفتگو کنند. دوحه قطر امروز یکشنبه میزبان سومین نشست دو روزه پیرامون اوضاع افغانستان است. نمایندگان ویژه کشورها برای افغانستان و نمایندگان سازمان ملل متحد یکی پی دیگری وارد هتل ریتز کارلتون محل برگزاری این نشست می شوند. این نشست ساعت 6:45 به وقت محلی قطر به رهبری روزمری دکارلو معاون دبیرکل سازمان ملل متحد پشت درهای بسته برگزار می شود. ارزیابی مستقل هماهنگ کننده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد از موضوعات مورد بحث در روز نخست این نشست میان اشتراک کنندگان گفته شده است، اما تا هنوز این موضوع به گونه رسمی تایید نشده است. نو طبیعی ده کله سی یو فرصت پیدا سی سی لمړی اقدامات په دغه اقتصادي برخو په نور برخو کې وسی ورسته کې دا د نورو ګامونو باندې هم منجر سی. د هیوادونو دریز د سی معلومې دي سی موږ نن ورسره ولیدل سی هغوی دې ته لیواله د افغانستان سره تعاملات ولري. اگر بتانیم مدیریت کده ما میتانیم که صدای خود از طریق این نشست ها به گوش جامعه جهانی برسانیم و صدای زنها را بشنویم. سیاست جاده یک طرفه نیست، یکان چیزی را بتیم چیزها را به دست بیاریم. با گفته اشتراک کنندگان این نشست، خانم دکارلو با هیئت امارت اسلامی و نمایندگان 30 کشور و سازمانهای بین المللی دیدار و گفتگو خواهد کرد. قرار است که در روز دوم این نشست به موضوعات سکتور خصوصی، اقتصادی و مواد مخدر پرداخته شود. شماری از آگاهان مسائل سیاسی به این باورند که این نشست می تواند در روابط حکومت سرپرست با کشورها مؤثر واقع شود. دغه غونډه چې اسلامي امارت پکې حضور پیدا کړی ده، تر ډیره طرفین کولای سي چې یو د بل خبرې واوري او د تعامل لاره هواره کړي. هغه غونډې هغه ناستې د افغانستان په باره کې نتیجه ورکولی سي، کله چې د افغانستان واقعي کسان یا واقعي ساتونکي هلته حضور پیدا کړي. این در حال است که رئیس ریاست سوم سیاسی وزارت خارجه امارت اسلامی نیز گفته است که نشست سوم دوحه به مدت دو روز برگزار می شود و دیدارها و گفتگوهایی که در روز سوم صورت می گیرد مرتبط به این نشست نخواهد بود. پیش از این سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد گفته بود که مقام های این سازمان قرار است که با فعالان مدنی و بانوان در روز سوم این نشست دیدار کنند. در سوی دیگر، هیئت امارت اسلامی پیش از آغاز سومین نشست دوحه پیرامون اوضاع افغانستان با نماینده سازمان ملل متحد، نمایندگان ویژه روسیه، پاکستان، هند، ایران و ازبکستان برای افغانستان دیدار کرده است. رئیس سوم سیاسی وزارت خارجه میگوید قرار است قبل از آغاز رسمی نشست، هیئت امارت اسلامی با نمایندگان کشورهای دیگر نیز دیدارهایی داشته باشد. در همین حال سفیر و نماینده ویژه ایران برای افغانستان شرایط افغانستان و منطقه را پیچیده میخواند و میگوید که این شرایط نیازمند رایزنی های همه جانبه با تمامی طرف هاست. پیش از برگزاری سومین نشست دوحه پیرامون افغانستان، هیئت امارت اسلامی با نمایندگان ویژه روسیه، ایران، هند، پاکستان، عربستان و ازبکستان برای افغانستان پیرامون موضوعات مختلف دیدار کرده است. ذبیح الله مجاهد میگوید که عربستان سعودی میخواهد هر چه زودتر سفارت خود را در کابل بازگشایی کند. دغه ناستې د دې دپاره دي چې هغه هیوادونه چې د افغانستان سره له اړیکې ابتدایي دي یا اړیکو ستونزې لري یا شکوې لري یا ګیلې لري یا افغانستان توقعات لري د هغو سره دا مطرح کړو. هستی هم سفیر و نماینده ویژه ایران برای افغانستان شرایط افغانستان و منطقه را پیچیده میخواند و میگوید که این شرایط نیازمند رایزنی های همه جانبه با تمامی طرف هاست. حسن کاظمی قومی همچنان ابراز امیدواری کرده که این نشست منجر به صلح، ثبات، امنیت، توسعه پایدار و حکومت مبتنی بر اراده آزاد مردم شود. از یک آدرس قوی و واحد به جهان باید پیام مثبت داشته باشد. در صورتی که نماینده های افغانستان در نشست های دوحه و یا هم هر کشور دیگه حضور نداشته باشد، اون نشست ها بی‌نتیجه خواهد. در سوی دیگر نماینده ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان گفته است که در 3 هفته پسین با شماری از زنان و شبکه های حقوق بشر افغان در داخل و خارج از کشور گفتگو کرده و نگرانی ها و پیشنهادهای آنان را با نمایندگان ویژه کشورها و سازمان ملل در سومین نشست دوحه مطرح خواهد کرد. ما دوست داریم که یک نماینده واقعی زنای افغان همچنان حضور داشته باشد تا بتونه خواستهای زن افغان در این نشست مطرح کنه.
در همین حال حبیبه سرابی عضو هیئت مذاکره کننده حکومت پیشین، زبیده اکبری فعال حقوق بشر و نبیله مصلح معین وزارت زنان در حکومت پیشین با وجود دعوت از اشتراک در این نشست خودداری کردند. این نیاز مهم است تا زنانی که در افغانستان هستند، زنانی که در همین جا با همین مشکلات دست پنجه نرم میکنند، اونجا حاضر باشند. رئیس سوم سیاسی وزارت خارجه میگوید که قرار است قبل از برگزاری نشست هیئت امارات اسلامی با نمایندگان کشورهای هند، عربستان سعودی، کازاخستان، بریتانیا، نروژ، اندونزیا، ایرلند و ملل متحد نیز دیدارهای داشته باشد. نشست با اهمیت و تغییر دهنده وضعیت افغانستان یا یک نشست پوشالی و تکراری و بدون نتیجه؟ نشست سوم دوحه آیا می تواند بستر تعامل سازنده میان کابل و جامعه جهانی را هموار کند؟ و آیا یک دید واحد و منسجم در منطقه و جامعه جهانی برای حل قضیه افغانستان شکل گرفته یا هنوز جهان فاقد یک اجماع و راه حل برای بحران افغانستان است؟ این و پرسش های دیگر را در محور امشب با مهمانانم در میان میگذارم. آقای رحمت الله بیژنپور آگاه رابط بین الملل از طریق خط اسکای با ما وصل هستند و اینجا در استودیو آقایان سید اکبر سول وردک و فضل الرحمن اوریا آگاهان سیاسی حضور یافتند. و قبل از اینکه ما با مهمانانم آغاز بکنم، همکارم منصور نیازی که برای پوشش نشست دوحه رفته و قطر از اونجا به موصل هستند و آخرین جزئیات ازشون بشنویم. منصور سلام، وقتت بخیر. آخرین جزئیات نشست چیست؟ آیا آغاز شده یا نه؟ سلام بهرام بشم بیننده ها. سلام. قرار است که نشست دوحه تا 20-25 دقیقه آینده آغاز شود به گونه رسمی در دوحه قطر. در جریان روز نشست پراگنده و حاشیه‌ای زیادی برگزار شده که دو دیدارهایی بوده میان مقامات امارات اسلامی، البته نمایندگان از امارات اسلامی آمدند به دوحه قطر و نمایندگان ویژه شماری از کشورها اینجا در دوحه نشست و برخاست. بیشتر در مورد رابط سیاسی بوده، رابط اقتصادی و تجارتی این نشست ها برگزار شده. اما نشست رسمی دوحه قطر که برای دو روز در مورد مسائل مختلف افغانستان میان نمایندگان امارات اسلامی و جامعه جهانی برگزار میشه، قرار است تا 25 الی نیم ساعت دیگه نشست به وقت دوحه قطر به گونه رسمی آغاز شود. قبل از برگزاری این نشست ما صحبت هایی هم داشتیم با رئیس هیئت امارات اسلامی در این نشست آقای زبیح الله مجاهد. آقای مجاهد به ترونیوز گفتند که در این نشست پیرامون مسائل متفاوت و مختلف با طرف جامعه جهانی صحبت خواهند کرد. مسائل سیاسی است، مسائل اقتصادی، مسائل مربوط به سکتور بانک و اقتصاد افغانستان هم وجود دارد. در کل میتونیم که به چند کاتگوری تقسیم کنیم این نشست. البته مسائلی که در او قرار است مطرح شود، یک بحث از این نشست ها در مورد مسائل مربوط به اقتصاد است که افغانستان تلاش داره محدودیت های وضع شده بر سکتور بانک افغانستان برطرف کنم. یک قسمت از این نشست در مورد مسائل سیاسی خواهد بود که امارات بیشتر به دنبال تعامل است با دنیا و تلاش میکنه که یک تقابل موجود را به طرف یک تعامل ببره و سیاست های فشاری که به نحوی در حال حاضر در تعامل میان طرفین اعمال میشه، این سیاست های فشار بره به طرف سیاست های تعامل. و بخش دیگه از این نشست در مورد حقوق زنان، حقوق دختران، مسئله آموزش دختران و مسئله حقوق بشر در افغانستان خواهد بود. در این نشست نماینده های از کشورهای مختلف حضور دارم. از میان 30 کشور جهان و سازمان های بین المللی 25 از این کشورهای منطقه و جهان است که نماینده های خود را فرستادن و 5 از این شامل سازمان های منطقه است که در میان از اون سازمان های مشهوری مانند سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی و سازمان شانگهای هم حضور دارند و اینا قرار است در مورد مسائل مختلف رو در رو گفتگو کنند. اما چیزی که بسیار مهم است که نشست امروز که قرار است تا نیم ساعت دیگر آغاز شود، این نشست پشت دروازه‌های بسته است، طرفین در مورد مسائل مختلف صحبت می‌کنند و قرار است که جزئیات از این فردا بیشتر آشکار شود. و منصور، همان گونه که اشاره داشته در رابطه با نشست های مهم و حاشیه‌ای که صورت گرفته، میخوایم بیشتر بدانیم هرچند روی جدای مسائل اقتصادی روی موضوعات سیاسی هم شما اشاره داشتین، چقدر خوشبینی ها را به بار آورده تا اینکه کشورها یک دید متفاوت در امر تعامل با امارات اسلامی داشته باشد؟ تا اینجای کار گفتم میشه که خب تلاش های خستگی ناپذیر صورت گرفته به خاطر شکل گیری یک تعامل رسمی میان کابل و جامعه جهانی. حالا که دید بازدید شکل گرفته، آیا ظاهرا چون این معلوم میشه که دیدگاه نمایندگان کشورها یا کشورها در کل تغییر کرده باشه در امر تعامل با کابل؟ بله، وقتی ما صحبت کردیم با رئیس هیئت امارات اسلامی در دوحه، وقتی آمدن به خاطر مذاکرات، خب خیلی خوشبین به نظر می رسیدن، به خاطر بر ما گفتن که روسیه از موضع و موقف امارات اسلامی حمایت میکنه، ایران هی حمایت را کرده و ازبکستان در مسائل اقتصادی همچنان به حمایتش با افغانستان ادامه میده. کشورهای خلیج و کشورهای گلف هم بیشتر حمایت کردن از موضوع امارات اسلامی و خواهان از این شدن که باید تعامل با امارات اسلامی صورت بگیره. یک چیزی که بسیار واضح است و از دور در این نشست دیدن اوی است که
جهان به نحوه درک کرده که امارات یک واقعیت است در افغانستان. خب حالا این واقعیت شیرین باشه یا تلخ باشه اون یک مسئله جداست، اما این یک واقعیت است و به خاطر وارد شدن در قضیه افغانستان و به خاطر صحبت کردن در مورد وضعیت افغانستان و وضعیت مردم افغانستان باید با این حکومت صحبت شود، حکومتی که به نام امارات اسلامی است. و به همین خاطر طرفین بیشتر کوشش میکنند که از سیاست‌های گفتگو و دیپلماسی در این میان استفاده کنند و حرفای هم در این مورد داشته باشند. وقتی ما با رئیس دفتر سیاسی امارات اسلامی در دوحه قطر صحبت کردیم و شخصا ازش پرسیدیم که خب با چه پیامی به این نشست میرین و چه پیام است با طرف جامعه جهانی و مخصوصا نمایندگان ایالات متحده شریک کنین، اونا بیشتر واضح گفتند که خب ما میخوایم به آمریکا بگوییم که 3 سالی که گذشت یک واقعیت واضح و یک واقعیت در جغرافی افغانستان این است که امارت اسلامی در این جغرافی حاکم است و حاکمیت داره و باید با این حقیقت کنار بیاییم و واضح کردن که مردم افغانستان و در کل حکومت افغانستان و خود افغانستان خواهان ضرر رساندن به همسایه های خود نیست، خواهان تامین حقوق تمام افراد است و این باید ایالات متحده هم درک کنه و از سیاست های فشار و وضع تحریم بالای افغانستان دست برداره. یک هدف بسیار مهم امارت اسلامی در این نشست تایید میکنم وی است که چگونه راه را باز کنه به طرف تعامل سیاسی و چگونه محدودیت هایی که وضع شده سر وضعیت اقتصادی افغانستان و سکتور بانکی افغانستان او رو به طرف کنه. البته هیئت امارت اسلامی بر ما گفتن که به عنوان مثال اونا در نشست های حاشیه‌ای این مسئله مطرح کرده بودن با نماینده کشورهای مختلف که مسئله کوکنار مسئله تنها وابسته بر افغانستان نیست، اما امارت اسلامی قویاً مبارزه کرده، یک مقدار زیاد شکایش داده. حالا در راستای دریافت یک بدیل کشت کوکنار جهان و منطقه هم باید افغانستان را یاری برسانه. بسیار تشکر همکار ما منصور. ما در جریان برنامه های بعدیم انشاءالله شما رو می داشته باشیم. آخرین جزئیات ما از این نشست شما خواهد داشتیم. تشکر رسان بخیر متوجهتون باشیم. و اینجا در استودیو با اوریاس می خوام از شما خواست بکنم که خوب شنیدین اون چه همکاران ما جزئیات داشتن دادن در حضور در خصوص این نشست. فکر می کنم با توجه به آجنده حضور امارات اسلامی این نشست برای افغانستان چقدر مهم تلقی میشه، چگونه یک نشستی است؟ تشکر. سلام بر شما. سلام بر میمانان حاضر در بحث و بینندگان و شنوندگان نهایت عزیز و ارجمندتان، چگونه یک بحث است و دوم حضور امارت اسلامی در نشست دوحه. در دو نشست قبلی امارت اسلامی حضور نداشت، به خاطر حضور نداشت که اجندا به شکل یک طرفه از جانب امریکا و غرب ترتیب و تنظیم شده بود خلاف منافع مردم افغانستان. و حال که حکومت افغانستان در اونجا حضور داره به این معنی است که این اجندا مطابق با منافع ملی افغانستان تا به حد زیاد تنظیم شده که این یک تغییر ژرف و بنیادی هست که در بازی های بین المللی بر بنیاد منافع مردم افغانستان ایجاد شده. دوم، چگونه یک نشست است؟ درست. این یک نشست تصمیم گیرنده نیست. این یک نشست پوشالی هم نیست. درست. این یک نشست است که پیام داده میشه و پیام میگیره و راه را هموار میکنه برای تصمیم گیری در شورای امنیت به خاطر اعادی حقوق مردم افغانستان، تامین حقوق مردم افغانستان. مثلا تحریم ها باعث رنج های بیکران بر مردم افغانستان شده. این یک مجرای هست که در اینجا تبادل نظر صورت میگیره، تبادل پیام صورت میگیره و این پیام ها میره به شورای امنیت و شورای امنیت تصمیم میگیره. پس در تصمیم گیری شورای امنیت این جلسه و این نشست نقش بسزای را میتونه بازی بکنه. و دوم، چگونه یک نشست است؟ حکومت افغانستان به حیث یک بازیگر عمده و اساسی در میدان و در رقابت این نشست در اونجا حضور داره. امریکا به حیث رقیبش کشورهای شرقی و رقیب حکومت افغانستان نسبت به دو نشست قبلی عقب نشینی های کرده یا تکتیکی و یا استراتژیک و از خواسته های قبلی خود گذشت کرده که این یک حرکت مثبت ارزیابی میکنیم که امریکا انجام داده. دوم، هدف این نشست
ادغام افغانستان با جامعه جهانی و ایجاد میکانیزم تعامل با حکومت افغانستان بین بازیگران کلیدی که در این میدان دوحه بازی میکنند. درست. اوریا صاحب، اگر اجازه بدیم یک سوال دارم بپرسم، که آمریکا مثلا از خواستهایش گذشته، خواستهایی که منظور شما عموماً خواستهای حقوق تامین حقوق بشری و ایجاد حکومت فراگیر و این موضوعات باشه، میخوایم اگر آمریکا گذشته باشه، ببینیم یک طرف دیگه هم هست که بلوک شرقی هم تاکید سری خواستها داره، فکر میکنم گذشتن از این خواستها. ببینید، در بین شرق و غرب در تمام عرصه ها در دنیا رقابت های وجود داره، بله، نبردهای وجود داره. فعلا افغانستان در این رقابت‌های بین شرق و غرب در عرصه نظامی نیست. یعنی رقابت‌هایی که بین شرق و غرب در عرصه نظامی است، افغانستان در اونجا حضور نداره. مگر افغانستان در بین رقابت‌هایی که بین شرق و غرب هستند، در عرصه دیپلماسی، در عرصه سیاسی، در عرصه اقتصادی، در عرصه حتی استخباراتی جایگاه نهایت بلند داره. یعنی در اولویت‌های دنیا در عرصه دیپلماسی، سیاسی، اقتصادی، نبردهای استخباراتی قرار داره. پس در چنین شرایطی امروز رسما اعلان شد که چین، روسیه و برخی کشورهای دیگری از موقف و موضع‌گیری افغانستان حمایت کرده در دیدار با هیئت افغانستان، و این حمایت باعث از این میشه که جهان به دو بخش تقسیم میشه. جهان شرق در حمایت از حکومت افغانستان در این اجلاس دوحه، و غرب در مخالفت قرار داره. اما میایم سر حقوق بشر. ناقض اساسی حقوق بشر در جهان آمریکا بوده و هست، و فعلا به شکل نهایت وحشیانه حقوق بشر در فلسطین و در غزه نقص میکنه. پس بر این بنیاد این نشست آن میدانی هست که آن زمینه و شرایط را فراهم بکنه که بر امریکا تفهیم شوه تحریم های ظالمانه ای را که 3 سال بالای مردم افغانستان وضع کرده این بر مردم افغانستان رنج به وجود آورده و خودت مجبور با حاشیه شدی. پس بهترین کار این هست که تحریم ها را رفع بکنی و وارد تعامل با افغانستان شدی. سپاسگزارم. برمیگردم. بجان پرسه وقتتون بخیر. خیلی خوش اومدین. سپاسگزار حضورتان. از تیز شما خب برچند اوریا صاحب اشاره کردن که نشست تصمیم گیرنده نیست، اما میتونه که یک نشست باشه که نقطه عطف در تغییر وضعیت افغانستان باشه. سلام عرض میکنم من خدمت شما و مهمانان عزیز. مسلما این نشست طبیعتا نشست نهایی و پایانی نیست، ولی یک نشست است برای سنجش های آغازین در رابطه با یک تعامل جدیدتر نسبت به افغانستان از حیث روابط اجتماعی، روابط اقتصادی و روابط امنیتی. بنابراین در این زمینه ها طبیعتاً گفتگوهای وسیع صورت خواهد گرفت. موازی کشورها اعلام میشه، خب و بغضی که کشورها دارن، سازمان ها دارن، یا نقشی میانجی که اونا دارن، نظریاتشان رو مطرح خواهند کرد. دلایل و موازی سازمان ملل از حنجره گوینده و گرداننده جلسه بیان خواهد شد، و موازی افغانستان نیز از طریق نماینده اعزامی گفته خواهد شد برای سازمان ملل. مطالبات اینا در برابر سازمان ملل، مطالبات سازمان ملل از افغانستان، و بعد اینا همش در حوزه به اصطلاح اجرای برخی از اقدامات مقدماتی برای انجام مسائل حقوق بشری در افغانستان است. اما ممکن است بحث‌های حاشیه‌ای هم در رابطه با مسئله سیاسی صورت بگیرد، یعنی کلن در رابطه با تعامل رسمی نسبت به طالبان در افغانستان، که این مسئله طبعا در گذشته ها غایب بودی بحث، و اعتراضات جامعه مدنی و فعالان سیاسی و نیروهای دیگری که به در اون جلسات بودن نظریاتشان را مطرح کردن. اکنون فرصت ای است که طالبان گزارش های بیشتری بدن و مطالبات بیشتری مطرح کنند، موازی بیشتری را شرح و بست کنند، تا سازمان ملل نیات و مکنونات و خواستها و مطالبات طالبان را به صورت روشن و در یک گفتگوی روبرو دریافت کنند، و بعد طبیعتاً پایان جلسه بعد از اینکه دیگه نهادها و نهله‌ها، گروه‌ها و دسته‌ها را می‌بینند در پایان، او زمان یک گزارش کامل به شورای امنیت داده می‌شود، و در عین حال به
کشورهای اشتراک کننده و در عین حال از گزارش خود سازمان ملل نیز جمع‌بندی خواهد شد در رابطه با اینکه پروسه به اصطلاح گفتگوها با افغانستان در این سطح قرار دارد. مطالبات اونا علی مسائل است، مطالبات ما چقدر. اما مهم این است که چقدر سازمان ملل در افغانستان به خواسته های خودش نزدیک است، چقدر طالبان به خواسته خود در موازی به امدلی نزدیک هستند. اینجا طبیعتاً من یک فاصله بسیار دراز کلانه میبینم، به خاطری که هیچ اقدامات جدی در رفع بهانه ها یا مواردی که اعلام شده بود به حیث اعتراضی ها اقدام صورت نگرفته. هم سازمان ملل محل اعتراض طالبان است و هم طالبان محل اعتراض سازمان ملل است. بنابراین این تعارض و این پارادوکس به یک نحوی باید کمرنگ شود و یا بیشتر به عرصه طرح و به منصه ظهور بیاید. حالا این که امارات اسلامی حضور پیدا میکنه در این نشست و منگونه که همکارم اشاره داشتن گفتن دید و بازدیدهای حاشیه‌ای هم که صورت گرفت هرچند مهم و تغییر در دیدگاه کشورها به نظر میخوره، حالا آماده ازی هستند که امارات اسلامی رو به عنوان یک واقعیت میپذیرند و نیاز است که یک تعامل رسمی تر شکل بگیره. فکر میکنین حالا این فاصله هم کم شده یا از بین رفته یا کلا در حال از بین رفتن هست؟ قرار است یک تعامل رسمی شکل بگیره میان کابل و بقیه جهان؟ نه خیر، یک چنین چیزی نه در آجنده است و نه در ادعای سازمان ملل است و نه هم انتظار طالبان. یعنی طالبان نیز میدانند که چی مسئله در اونجا مطرح میشه، چون از اینا پرسیدن و اینا هم پیشنهادات خودشان را مطرح کردن. بنابراین در اونجا بحث بر سر واقعیت و عدم واقعیت کسی نیست، بحث بر سر یک واقعیت است و آن این است که افغانستان و مردم افغانستان، نه گروه ها، نه دسته ها، نه طالبان و نه کسی دیگری. اصل واقعیت یک سرزمینی به نام افغانستان و مردمی است که پریشان است و مشکلات داره. واقعیت اساسی یعنی موازی سازمان ملل بر روی این واقعیت است. درست. و موازی افغانستان نیز باید بر روی همین واقعیت باشه. اینجا هیچ لزومی برای اثبات واقعیت طالبان مطرح نیست. غیر از طالبان نیز نیروهای فراوان واقعیت هم در افغانستان و بودن و خواهند بود در آینده ها. اما این واقعیت ها واقعیت های نسبی است. اصل مسئله تعامل و انعطاف برای رسیدن به توافق است. بسیار تشکر، سپاسگزارم. بیژن پرسه برمیگردم و اردکسپ از دید شما چند اشاره صورت گرفت و ریاسی هم گفتن بیژن پرسه مشاهده داشتن. انتظار مردم، انتظار امارات اسلامی و در کل انتظار جامعه جهانی از این نشست چی است؟ سلامونه به هرام سپ تاستا و ریاسپ تا بیژن پرسه تا و برنامه ټول لیدون کو ریدون کو تا لکه څنګه چې دوستانو اشاره وکړه دا دریمه ناسته چې له نورو ناستو نه تفاوت کوي، ځکه چې د افغانستان د حکومت د افغانستان د خلکو پلاوی په دې کې ګډون کوي. او څو برخو ته زه اشاره کوم چې امارت اسلامي په دې وتوانېد چې ځینې اجنډا ځینې برخې په خپل خوښه مندې انتخاب کړي. یو ډیر کوشش یې وکړو چې هغه سیاسون چې د افغانستان د خلکو نمایندگان ځان بوري یا مدني فعالان ځان بولي یا د بشر د حقونو چې هغه په خارج کې دي یا په بهرنیو هیوادونو کې دي او د افغانستان د ملت د افغانستان د خلکو نمایندګي غواړي هلته وکړي، دغه لسانی نه لرې کړ. یو مسله. بله مسله، امارت اسلامي په دې وتوانېده چې په هغه مسایلو باندې بحث وکړي چې هغه د سیمې په کچه باندې دي، لکه د تروریزم خبره چې موږ کوو، لاغه سره مبارزه، لکه د مواد مخدر خبره چې کوو. دا یعنی هغه مسایل دي چې افغانستان پورې تړاو نه لري، تنه دا د سیمې ټولو سیمې پورې اړه لري. دا دومه مسله. بل دغه ناسته د امارت اسلامي لپاره د افغانستان د اوسني حاکم نظام لپاره یو امتیاز ورکوونکې ناسته ده. منګه کولای سو چې دلته د امارت اسلامي لپاره په دې ناسته کې امتیاز ورکول کیږي، ځکه دوی په هغه مسایلو باندې بس کوي، لکه څنګه چې د ډیر تمرکز به په د سنلی اوغلو کم راپور چې هغه تېرې ناسته کې نشر سوی و، په هغه مسایلو چې تقریبا څلور پنځه که و مسایل په هغه کې هغه سوي، لکه د ښځو د کار مسله وه، د ښځو د حقوقو مسله وه، د بانکي سیستم مسله وه، د اقتصاد برخه کې چې کوم تحریمونه و دا برخه کې. یعنی اوس که چېرته موږ په دې ناسته کې ګډون کوو،
هغه مسائل به مطرح کوو چې هغه د افغانستان د ملت ستونزې دي، لکه بانکی ستونزه چې دا هم د تجارانو ستونزه ده، هم د افغانستان د خلکو ستونزه ده، د حکومت ستونزه ده. په دې باندې به تمرکز کیږي. بل اقتصادي برخه کې به ډېرې هغه کیږي چې موږ اقتصادي برخه کې کوم تحریمونه په امارت اسلامي باندې یا د موږ کومې پیسې چې په نړیوالو بانکونو کې فریش شوي دي، دې ته یو لاره پیدا کړي چې موږ څنګه کولی شو دغه پیسې د افغانستان د ملت پیسې چې دي د افغانستان ملت ته ورکړ شي، تر څو موږ کولی شي په افغانستان کې هم سرمایه گذار وکړو، د دغې د تضمین یا د اعتماد هغه په اساس باندې نورو هیوادونو سره هم تجارتونه او تجارتي معاملات ورسره وکړو. نو دغه مسایل ځکه دلته مطرح کیږي چې دوی غواړي دغه ستونزې حل سي او د تعامل پر اساس نور له نورو هیوادونو سره له امریکا سره یا تعامل برخې ته موږ ورداخل شو. نو امارت اسلامي کوشش کوي چې خپل هغه ستونزې دلته مطرح کړي، او په دې ناسته کې چې تقریبا د دیرش هیوادونو پلاوي راغلي دي، هغوی سره بې له دې چې دا ناسته دوه ورځې جریان لري، کولی سي وروسته له دې نه له هغو سره هم سره سازمان ملل همواره بوده در نشسته که صحبت در بحثایی که صحبت کردیم برای این مجرا انتخاب زیاد بوده، گفته که استقلالیت خودشو نداره. اما حالا که حسین برزده سازمان ملل، فکر میکنین در پی حل مشکل افغانستان است، در پی ایجاد یک رابطه میان کابل و جامعه جهانی است، یا نه فکر میکنین در پی براندازی است؟ منګه دې ته خوشبین ناستو چې ته ووایه چې دلته سازمان ملل به دلته تصمیم گیری په مستقله ډول کوي. یعنی دغه سازمان ملل چې ده د امریکا ادرس ده، او دا ناسته چې کوم ځای کې ترسره کیږي دا هم د امریکا د منافعو لپاره د ګټو لپاره په دې سیمه په دې منطقه کې لابي کوي، غواړي د امریکا ګټې تضمین کړي. نو دا په دې معنا ده چې موږ په هلته له سازمان سره خبرې کوو، دا په دې معنا ده چې له امریکا سره خبرې کوو، په قطر کې ناسته کوو لکه امریکا سره چې ناسته. بسیار تشکر و احسان میدنم. پس از وقفه دوباره برمیگردیم. به ادامه محور خوش آمدید. اوریا صاحب، میبینیم از یک طرف خب نشست برگزار میشه، از طرف دیگر یک شماری از کسایی بودن که اونا مخالفت کردن و در حال حاضر مخالفت میکنند نشست. فکر میکنین چیزهایی هم هستن یا مسئله ای که بتونه سبوتاژ بکنه این رونده یا مانع شود حداقل برای رسیدن به متعامل که دو طرف تلاش میکنن؟ خوب است، دو طرف وجود نداره. کابل و جامعه جهانی منظورم است. و کابل جامعه جهانی هم دو طرف نیست خوشبختانه، به خاطر اینکه دنیا شرق در پهلوی افغانستان هست، تنها درست. غرب است و غرب نشست دوحه را به حیث یک میدان بازی دیپلماتیک ساخته و در این بازی دیپلماتیک رقابت ها، رفاقت ها و تعاملات وجود داره و سی کشور نماینده هاش در اونجا حضور داره، هر نماینده ممثل منافع کشور خود هست و حکومت افغانستان به شکل انحصاری در این نشست شرکت کرده و تمثیل کننده منافع افغانستان هست و این بزرگترین دستاورد و جایگاه حکومت افغانستان در اونجا پنداشته میشه. سازمان ملل گفتن که ما به عنوان دولت با اینا رفتار نمیکنیم. همین صحبت بسیار ساده لوحانه هست. افغانستان به حیث چی در اونجا شرکت کرده؟ به حیث حکومت افغانستان شرکت کرده و حکومت افغانستان در اونجا یگانه ممثل اراده مردم افغانستان است. معمولا حکومت ها در عرصه بین ملی تمثیل میکنه ارادی یک کشور، یک ملت و یک جغرافیا را. امی که یک حکومت در نشست بین ملی شرکت میکنه، امی خودش به معنی به رسمیت شناختن است و اعلان نمیشه. اما در اونجا که میره، ما عرض کردیم که میدان بازی است، میدان رفاقت است، میدان رقابت است و میدان تعامل هست بین افغانستان و کشورهای منطقه و کشورهای شرق دنیا. رفاقت است، تعامل هست، اما بین افغانستان و بین کشورهای منطقه و شرق با غرب، با امریکا یک فضای رفاقت وجود داره. شکل دیگری برای ترس کنیم، یعنی بین منافع افغانستان که حکومت افغانستان ممثلشان هستند، بین کشورهای شرقی منافع به نحوی از آنها
توحید شده و در خیلی از عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی همگرایی ها، همکاری ها وجود داره. اما امین منافع توحید نشده بین کیها؟ بین بازیگران منطقه و امریکا و حامیانشان، بین افغانستان، امریکا و حامیانشان. پس در این میدان بازی که یک میدان دیپلماتیک هستند، درست یکی از ابعاد این جلسه حرکت به سوی عزیز که چطور میشه منافع بازیگران شرق با بازیگران غرب به نفع از آنها تقابلش تضعیف شوه و چطور ممکن است امی تقابلی که یا تحریم های ظالمانه که غرب علی افغانستان رو وضع کرده در اینجا منافع آیستا آیستا بره به سوی همگرایی. این یکی از اهداف است و درست به خاطر امین نشست به خاطر همین چیز است. وقتی که یک مکانیزم ساخته میشه و این مکانیزم ممثل اراده بازیگران مختلف و اراده حکومت افغانستان باشه، طبعا این مکانیزم در اختیار شورای امنیت قرار داده میشه و او تصویب میکنه. و هدف چی است؟ هدف تا افغانستان مدغم شه با جامعه جهانی، یعنی به غرب، جامعه جهانی نه به غرب، با افغانستان مدغم است، با منطقه، منطقه مدغم است. بر اساس هم گزارش سنرلی اغلو میشه یا نه میکانیزم های متفاوت قرار است گرفته شد؟ چون او مشروط هست مدغم افغانستان اغلو، بر اساس گزارش اغلو، طرح اغلو در دو کنفرانس اول دوحا، یعنی اول و دوم، به اصطلاح پادشاهی خود کردن و به شکل انحصاری در اختیار غرب قرار داشتند. اما در این نشست تا 70-80% گزارش اغلو در دریای هند انداخته شده و از او دیگه خبر نیست. آیستا آیستا او جز تاریخ میشه. در این نشست فقط منافع بازیگرا، بخصوص منافع مردم افغانستان توسط حکومت که در اونجا حضور داره تمثیل شده و باید تمثیل شوه. بسیار تشکر، سپاسگزارم. روی سپر میگردم بیژن پور صاحب. برچند واضح است تقابل میان غرب و شرق بر سر مسائل افغانستان، اما فکر میکنین شرکت کنندگان این نشست چقدر یک دید منسجم و واحد حداقل برای بیرون رفت وضعیت افغانستان از این حالت داره؟ عرض کنم که خب در این هیچ شکی نیست که نشست امروز آغاز سنجش های در رابطه با سطح نرمش و انعطاف دو طرف، یعنی هم موازی افغانستان و هم موازی سازمان است. اما کشورهایی که وجود دارند ناظری بر اعلام سیاست سازمان ملل و نیز ادعای موازی افغانستان خواهند بود. بنابراین این گفتگوها یک گفتگوهای ناظر بر طرح پیشنهادات است، هم یا مطالبات است که پیشتر خدمتتون گفتم، هم از سوی سازمان برای افغانستان و هم از سوی طالبان برای سازمان. بنابراین این تبادل فرصت دادن به طالبان، حالا دوستا باور دارن که یک گونه ای از رسمیت شناختن است، خب طبیعتا در علم سیاست یک چنین چیزی را قبول نمیتوان کرد. اینا بحث یک جریانی که مسلط شده بر کابل بر افغانستان، اما در مناسبات بین‌المللی قبول نشدن. بنابراین تمام دعوا بر سر حصول مشروعیت است. آیا این مشروعیت قابل توجیه است؟ آیا این مشروعیت قابل پذیرش است؟ حالا سازمان ملل و استقلالش بماند که طبیعتاً سازمان ملل حامی منافع قدرت هاست، در او هیچ شکی نیست. اما در هر صورت طبیعتاً سطح برخورد و تعامل قدرت ها را به یک نحو بلانس میکنه در رابطه با افغانستان. و بنابراین در نشست امروز اعلام صریح موازی به گونه نهایی نیست. مطالبات میبینن و از هر دو طرف که چیست، چقدر میتوان، یعنی نماینده های کشورهای دیگه هم در این زمینه ناظر بر این بحث هستن که آیا یک راه حل نزدیک به انجام و اجرا قابل ملاحظه است، یعنی مطالبات افغانستان و سازمان ملل همخوانی داره، قابل پذیرش هست، با موازی بین‌المللی جور در میآید، ادعاهای موجوده میتونه پوشش بده یا رد کنه یا حل کنه یا رفع کنه یا به اصطلاح دفاع بکنه از اونا. خب اینا مجموعه از منطقی سیاسی است که در سازمان ملل امروز در نمایندگی جلسه دوحه از سوی سازمان ملل مطرح خواهد شد، بحث خواهد شد. اما تا
طبیعتاً این تنها سنجش‌های را به اصطلاح او پارامترهای معلوم میکنه که تمایل کشورها در موضع‌گیری را طبیعتاً به تبع از غرب و به تبع از شرق نشان خواهد داد که آمریکایی ها چقدر با حسن نیت برخورد میکنند اروپایی ها و همون ترتیب روس ها و چینایی ها و ایرانی ها و هند و بعد کشورهای ثالث، یعنی در واقع موازی غیر نزدیک به 3 سال که گذشت از حاکمیت امارات اسلامی خب تلاش های زیاد صورت گرفت، نشست های زیادی هم برگزار شد به خاطر از اینکه یک تعامل شکل بگیره میان طرفین. اما اونگوری که شما مشوره کردین بجان پرسه به ما فکر میکنین حالا نزدیک به 3 سال که گذشت میبینین که انعطاف پذیری حالا شکل میگیره یا وجود داره میان کابل و میان جامعه جهانی به خاطر رسیدن به یک تفاهم به خاطر حل قضیه افغانستان، یا هنوز هم موضوع گیری سرسختانه وجود داره و هیچ کدام هیچ طرف هم پا پس نکشیده از خواستهایش؟ مسلماً که انصراف از خواسته ها را اول ممکن نیست، به خاطر این ممکن نیست که او طرف در اصول موازین بین المللی گرفتار از قوانین وجود داره و خیلی به اصطلاح اصول و موارد هست یا موازین هست که اونا بر طبق قوانین جامعه جهانی عمل خواهد کرد. اما در طرف افغانستان چون ابتکار عمل به این طرف بستگی داره که سطح رضایت داخلی را اینا چقدر تانستن حاصل کنن و در این حال سطح خدمات، سطح رکن کفایت برای اجرای حاکمیت و تامین رضایت مردم، حصول توافق بین نهله ها، گروه ها، افکار، اندیشه ها، مذاهب و فرق مختلف سیاسی، کدام یکی از این گپا آیا حل شده است یا لاینحل واقع مانده است؟ اگر چنین چیزی در افغانستان حل شده، طبیعتاً سازمان ملل نمایندگی داره گزارش کرده و اونا گزارشات اول به اصطلاح ادعای طالبان را محک قرار نمیدن، اونا گزارشات طبیعتاً دفتر خودشان در افغانستان و هم مترتیب بعضی نهادهای دیگر معیار قرار میدن، کما این که گزارشات استخباراتی ضمنی نیز وجود داره طبیعتاً هم برای افغانستان و هم برای اون طرف. بنابراین نمیتوان مطمئن بود که این بحث امروز آغازگر یک بحث حل چالش ها باشه، بلکه طرح رفع عبور از چالش هاست، یعنی میکانیزم ها، کارشیوه ها و یا پکیج های را مطرح میکنن که باید طالبان بیان رئیزنی بکنن در داخل افغانستان با گروه های رهبری خودشان و اون طرف سازمان ملل نیز خواست های اینا را به ارزیابی بگیره که چقدر به اونا نزدیک است و بعد نمایندگی های زنان و حقوقی بشر و کشورها و دیدبان ها و ناظرین بین المللی و مترتب نیروها و نعله های داخلی نیز طبیعتاً مطالبه خواهد شد. بسیار تشکر، سپاسگزارم. وردک صاحب، بالا معلوم میشه خب تقابل وجود داره میان شرق و غرب بر سر مسائل افغانستان هم هست و چنین پلتفرم هایی که حالا شکل میگیرد، چنین نشست هایی که ظاهرا معلوم میشه تقابل وجود داره، امارات اسلامی در چنین شرایط چی نوع بازی را میتونه شکل بده یا انجام بده تا که به طور تعادل میان دو طرف حفظ بکنه؟ از یک طرف مثلا میبینیم شما از کشورها از موضوع گیری امارات اسلامی حمایت کردن، طرف دیگر هم که مخالف هستند. اول خامارت اسلامی په دې توانیدلې ده چې د درې کلونو په تیریدو سره نه شرق لمنه نیولې ده او نه د غرب، یو منځګړیتوب هیواد په حیثیت د حکومت په حیث پاتې شوی ده. یعنی یو طرف ته موږ تر اوسه پورې په مستقله توګه چې د یو بلاک طرفداري وکړو نه یې شوي، منځګړی پاتې شوي. دا د امارت اسلامي، یعنی د افغانستان په تاریخ کې افغانستان هم داسې منځګړیتوب سیاست غوره کړی و تر اوسه پورې اوس امارت اسلامي هم دا هغه کړی، هغه یې غوره کړی ده. بل ګورئ دغه ناستې چې دي، که هغه د فارمټ ناسته ده که دا د دوحې ناسته کېږي، دا اصلا د افغانستان په ستونزو باندې بحث نه کیږي، دا اصلا د خپل د اهدافو د رسیدا لپاره بحث کیږي. اوس په دې ناسته کې پاکستان خپل اهداف لري، د خپل هغه مشکلات ستونزې مخته کوي، تاجکستان یې خپله کوي، امریکا یې خپله. ولې امارت اسلامي د یو حکومت په حیث د خپل هغه پیشنهادونه دې ناستې ته مخکې کوي چې موږ دغه ستونزې دغه مشکلات لرو، نو وروسته له هغه به دوی په ټولو باندې بحث کیږي، بیا به تصمیم ګیري کیږي چې آیا واقعا دغه ستونزې د امارت اسلامي د افغانستان د ملت یو واقعیت ده که نه ده، بیا به هلته تصمیم نیسي. اوس دغه ناستو ته ځکه موږ خوشبیناستو چې درې کاله کېږي افغانستان حکومت چا په رسمیت نه ده پیژندلی، ولې په ټولو نړیوالو اکثره ناستو کې ګډون درلوده، که له اوسلو نه یې راونیسو مسکو نه، دغه اوس فعلا درېیمه غونډه ده، غواړو چې په هغه مواردو باندې بحث وسي چې هغه موارد
تر اوسه پولی د امالت اسلامي لرا تک سره تر اوسه پوری حل سوی نه دي. ول نړیوال غرب یا سازمان ملل یا قطر غرب غواړي له دغه ادرسونو نه استفاده وکړي، امارت اسلامي په نړیوال نظم کې مدغم کړي او وروسته له هغه نه یو نوی میکانیزم پر اساس یو نوی اسلامي حکومت چې رهبری به امارت اسلامي کوي. ولې په دوایرو کې په ساختار د نظام کې په سټرکچر د نظام کې به هغه اشخاص افراد را داخلوي چې هغه په شل کلونو کې یا په 45 کلونو کې د غرب لپاره یا د منطقې د هیوادونو لپاره په د افغانستان په حکومت کې یا د افغانستان په دوایرو کې کار کوو د هغوی لپاره یا همکار پاتې شي یا استخباراتي هغه لوبیدلي ورسره. نو دغه اصلا هدف داده ولې په هغه برخو کې چې مونږ د اجنډا هغه باندې بحث کوو دا جزئیات دي د دې ناستو دي چې مونږ په دغه اسلوب باندې کولای سو امارت اسلامي ته امتیاز ورکو، امارت اسلامي ته پیشنهادونه وکړو تر څو دا وکولای سو په دې نړیوال نظم کې ورمدغم کړو. ولې ستونزه دا ده چې امارت اسلامي هم یو سلسله مشکلات په داخل د افغانستان کې لري. اوس فعلا یو غټه ستونزه دا ده زما په نظر چې اوس فعلا 4-5 افغانو هغه ښځو مظاهره هم کړې وه چې دا یو نوې ستونزه د امارت اسلامي لپاره. هغه څوک چې لاتو ناراضي تر 4 پورې په ادارو کې کار کوي په شفخانو کې مریضانو سره اخته وي، آیا دا لازمه ده چې هغه لپاره مونږ 5000 معاش تعین کړو؟ ولې دلته باید یو تفکیک سوای په دې مکتوب کې چې هغه خویندې چې په کورو ناستې دي ولې په تیرو ادارو کې کار کوو چې 5000 دي ورته ول، ولې هغه څوک چې فزیکي حضور لري فکری کارونه په ادارو کې کوي د هغه لپاره باید هغه کم معیار چې ده او کوم هغه قانون چې د خدماتو ملکي د کارمندانو ده د هغه اساس باندې باید هغه ته ورکړې. ولې د ښځو کار د کار مسله اوس فعله مونږ پاتې ده د قانوني اساسي ستونزه سته ده. خو په دې ناسته کې امارت اسلامي په دې وتوانېدي چې هغوی ته دا اجازه ورنکړي چې د افغانستان په داخلي مسایلو باندې بحث ونکړي او په دې باندې تاسې سره گذاشتم جانم بررسی مشناسی امارت اسلامي را مشروط به می خاصه کرده بود که یک مسئله حقوق بشر بود، ایجاد حکومت همشمول بود، هرچند بیشتر اولیاس بشاره کردن خب که گذشته آمریکا از خواستهایش در برابر افغانستان هم فکر میکنین، هنوز هم این کشورها پافشاری میکنن با وجودی که از موضوعگیری امارت اسلامی در چون نشست‌ها یا نشست دوحه اینا حمایت کردن روسیه و ایران؟ خو که ایران فکر میکنن خواستهایش هم پابرجا هست؟ زه په دې عقیده ایم که چیر ته ایران حمایت کوي، چین حمایت کوي، روسیه حمایت کوي، ښه ده چې په سیاست کې د افغانستان هغه طرف قوي اوسیږي او د مقابل لوري سره یو ښه مذاکرات ولري. ولې دوی هم دلته اهداف لري، دوی کوشش کوي چې د فارمټ مسکو د غونډې له لارې یا دغه فارمټ له لارې له امارت اسلامي سره تعامل ولري ځان طرف ته یې کش کړي. ولې غرب بیا کوشش کوي د دوحې له لارې له امارت اسلامي سره هغه وکړي؟ ولې مونږ په منځ کې پاتې شو؟ زمونږ اصلي وظیفه باید مونږ په داخل کې چې کومې ستونزې لرو کوم داخلي وظایف زمونږ دي دا باید دا درې کلونو پورې دا مونږ حل کړی وای تر څو مونږ ډک لاسونه تللي وای په دوحه کې او هغه پیشنهادونه چې هغه قرارداد چې مونږ له دوی سره دوحې کړی وای هغه موارد چې دمندې تر اوسه پورې مونږ نه یې حاکمه سوي چې هغه حل کړو هلته وړاندې کړی او دا به زه وایم د امارت اسلامي لاسته راوړنې دوچند سوی وای نو دا به د افغانستان لپاره یو ښه پیغام. تشکر، سپاس گزارم. وریاسی باز یک طرف می‌بینیم که ایران از موضوعگیری افغانستان از امارات اسلامی در چنین نشست حمایت میکنه، از طرف دیگر سفیر و نماینده ایران برای افغانستان گفته که شرایط افغانستان و منطقه پیچیده است. از یک طرف حمایت هم از طرف دیگر تلاش به نحوی که تصویر افغانستان متفاوت‌تر نشان بده. فکر می‌کنین به چه منظوری هست؟ چه چیز وضعیت افغانستان پیچیده ساخته از دیدید؟ نه تنها وضعیت افغانستان بلکه وضعیت جهان در تایید 10 الى 15 سال گذشته نهایت پیچیده است از لحاظ سیاسی، از لحاظ استخباراتی، از لحاظ نظامی. نبرد هاست در سراسر دنیا، از آفریقا بچید اروپا و در همه جایا و وضعیتی که منطقه که ما زندگی میکنیم اینجا وضعیت پیچیده تر هست، اینجا رقابت ها شدید تر است و این رقابت ها وضعیت پیچیده میکنه. اما در فضای افغانستان خوشبختانه رقابت های نظامی وجود نداره و رقابت های نظامی دیگه برای ابد پایان یافته، اما رقابت های سیاسی اجتماعی و همه انواع رقابت ها داعش و مچمچی که روان میکنه وضعیت افغانستان و منطقه را پیچیده ساخته.
اما در پهلوی این پیچیدگی ها ما دو قسم مشکل داریم. یکی مشکلات داخلی ماست، دیگه هم مشکلات خارجی ماست. مثلا ماش کسای دخترایی که کار میکنن 5000 افغانی است. این مشکل داخلی ماست که حکومت به این فیصله خود تجدید نظر بکنه و همون ماش قبلا میگرفت باید بگیره. این مشکل داخلی ماست که دخترای ما به مکتب نمیره، کار نمیکنه، باید زمینه و شرایط برش فراهم شوه. مگر بیاین ببینین منافع امریکا در این مشکل داخلی ما در کجا هست. دخترای ما مکتب بره منافع امریکا تامین میشه یا مکتب نره و تامین میشه؟ توجه کرده عرض مرا؟ امریکا پای منافع خود است. ما قانون اساسی داشته باشیم منافع امریکا حفاظت میشه یا نداشته باشیم؟ در این چیزا منافع امریکا یا کم نهفته یا هیچ ننهفته است. از این چیزا به حیث ابزار امریکا استفاده میکنه و حکومت نباید این ابزار به دست امریکا بده. اما در میدان بین المللی که بازی صورت میگیره، در شرایط کنونی، در دوحه کنونی که اونجا هم یک فضای پیچیده وجود داره و در این فضای پیچیده حکومت افغانستان هست که صدای خود، طرح خود، نظریات خود، پیشنهاد خود به نام افغانستان بلند میکنه و جهان او را چی شرق است چی غرب است، چی موافق است چی مخالف است میشنوه و بعد مجموعه این صداها به میز شورای امنیت مانده میشه و اونجا تصمیم گیری میشه. نباید فراموش کرد که حکومت کنون 3 سال زمان پشت سر داره و در این 3 سال با چالش های متعددی، با توطئه های متعددی، با دسایس متعددی روبرو شد و در برابرش جریان داشته و انواع مشکلات در این کشور، فقر، بدبختی، مهاجرت ها وجود داشتن. اما از همه این چالش ها بعد از 3 سال آن مقام و منزلت را به دست آورده که این چالش ها را پشت سر گذاشتند. موقعیت و اقتداری که کنونی که افغانستان و حکومتش داره مثل که شرقی ها پذیرفته است، مثل که المانی ها یکی از رهبرای احزابش میگه که ما باید با افغانستان تعامل بکنیم، میگه که تحریم های طولانی مدت به نفع افغانستان نیست و به نفع غرب هم نیست. پس امریکا ناگزیر است حکومت افغانستان به حیث پدیده که 3 سال پی هم چالش ها و مشکلات و توطئه هایی که چی از جانب غرب و چی از جانب غیر غرب در برابرش ایجاد شد، این چالش ها شکستانده شد و موافقانه برآمد. اینطور نیست که حال چالش ها نداره، حال هم 1009 چالش ها داره، مگر او چالش هایی که حیاتش تهدید میکردن او دیگه وجود نداره. پس در شرایط کنونی یک فرصت طلایی وجود داره در میدان بازی دوحه و در میدان های بازی بین المللی، هم برای افغانستان و هم برای غرب. درست. افغانستان از این فرصت طلایی باید استفاده بکنه، طرح و نظریات خود ارائه بکنه، متحدین خود بیشتر بسازه، غرب وادار به عقب نشینی بکنه و مجبور به تعامل بسازه. اما برای غرب هم یک فرصت است. درست. یک چانس طلایی هست. در میدان نظامی باخت، در میدان دیپلماتیک هم در 3 نشست ما دیدیم که پای هم عقب نشینی کرد، تا به حال 180 درجه عقب نشینی کرد. برای غرب هم بهترین فرصت هستند که از این فرصت های طلایی استفاده بکنه، با افغانستان تعامل بکنه. پرسش جنبندی رو میخوایم داشته باشیم و در نتیجه همین تعامل است که هم منافع مردم افغانستان و هم منافع غرب حفاظت میشه. درست. اکوتا اشاره بکنین اگر این نشست ها نتونه نشست های دیگر سازمان ملل و کشورهای دیگر، نهادهای دیگر راه بیرون از فاز افغانستان پیدا بکنه، جستجو بکنه، بدیل چی میتونه باشه؟ ببینید بسیار کوتاه، بحران یا مشکل افغانستان چی است که افغانستان از این مشکل عبور بکنه؟ درست. مشکل اساسی افغانستان، ما در داخل کشور هزاران مشکل داریم، اما ریشه های این هزاران مشکل در بیرون از کشور است. مثلا فقر است، رنج مردم ماست، فرار جوانای ماست از کشور، غیر فعال بودن بانک های ماست، تجارت ماست. این مشکل ریشیش در بیرون از تحریم های امریکا است. پس مشکل ما چی است که از این مشکل باید عبور بکنیم؟ تحریم امریکا و اونمون نبرد سردی که امریکا هنوز در برابر افغانستان ادامه میده، ای هست که ازی باید عبور بکنیم و حال شرایط آمده که افغانستان مستحکم است، نیرومند هست و بعدا غرب نمیتونه چالش های حیاتی را در برابر افغانستان ایجاد بکنه. ناگزیر است یک پروسه، تا یک روند، نه تنها در این نشست بلکه در یک روند
غرب مجبور است به این واقعیت تعامل بکنه. سپاسگزارم. بجن پور صاحب، جنبندی وقت داشته باشیم فکر میکنم اگر این سازمان نتونه نقطه پایانی را به مشکلات افغانستان بکشه، چه کسی دیگر میتونه این مسئولیت از سطح منطقه و جهان به عهده بگیره یا در داخل افغانستان؟ خب مثلا من به نظر نمیرسه طالبان آماده باشن که از او هزار مشکلی که اوریاس بارش اشاره میکنه حداقل 10 تاشو حل کنه. بنابراین وقتی یک نیرو فقط به سلطه‌داری باور داره و با مردم بی باور است، صاحب مردم و سرزمین نیست. در این مذاکرات طالبان برنده مذاکره نیستند و نزدیک نمیشن برای به رسمیت شناختن. تنها کاری که ممکن است یک عقلانیت و خیرد است که من بسیار علاقه دارم که امینا بتانند جامعه جهانی را قانع کنند و به یک دولت داری برسند و دولت رسمی باشد تا اینکه یک جریان مسلط گروه نیابتی باشند. اما وقتی به نظر می رسد در 30 سال فرصت اینا 10 تا مشکل از 1000 تا حل نکردن، خب طبیعی است که از این 1000 تا 100 تاش عامل داخلی خواهد بود. بنابراین این 100 تا عامل که حل نکنین، پیشتر هم نمونه بسیار روشنش میهمانان عزیز ما گفتن که وقتی شما میایین بسیار عوامانه و به صورت بسیار بدون سنجش و مبناشناسی برای یک کسی که ماستر از دکتر است رفته خدمت میکنه، برای یک ملا میتین لوت بسته میتین، یعنی به اصطلاح دلار میتین، و برای یک کسی که دکتر است و حیات شریان حیات مردم به او مربوط است به او 5000 روپیه میتین. هیچ خیرد ایره قبول نمیکنه و هیچ آدم این درست سالمی هم نمیتونه ایره به عنوان قضاوت واقعی از واقعیت های افغانستان تلقی بکنه. چون این واقعیتی در طالبان بسیار زیاد احتمالش هست که به گونه های مختلف بیاید. بنابراین جامعه جهانی با یک چنین دولت میتونه یک قرارداد کنه که آقا اگر خودت اصلاح میکنی در 6 ماه آینده بسم الله ما تعامل میکنیم و شرایط ما نمیناست، و او میگه که من در 6 ماه این شرایط تا ملاحظه خواهم کرد ولی این شرایط نمیتونم، و بیشتر به سطح مانور و لیاقت مذاکره مربوط. بسیار تشکر به وردک صاحب. آخرین صحبت های شما رو میخوایم داشته باشیم، ممکن مثلا من که آخرین نشست نباشه، نشست های دیگر هم داینده برگزار شود، ایمان اسلامی مگه حضور داشته باشه، نشستی که اثریتش بیشتر باشه با چی میکنیم باید برگزار شود؟ زما په نظر اول خود دغه ناست مخکې هم دوی ویل چې تصمیم نیون کې نه ده، دا په دې معنی ده چې په دې کې افغانستان مسائل نه حل کیږي. د افغانستان ټول ستونزې په دې ناسته کې ناممکنه ده چې حل شي، ولې هغه په اجنډا کې چې کوم مسایل مطرح شوي چې هغه د بانک و د اقتصادي مسایل دی، دا به یو څه پکې پرمختګ وسي، یا تحریمونه به لرې سي افغانستان. او مثلا بل زوایم دغه ناستې به ادامه ولري، څلورمه به سي، پنځمه به سي، تر څو موږ له نړیوالو سره چې په کوم مواردو باندې غواړو تعامل ته ورسیږي، تفاهم وکړو، نو یوازینۍ لاره دا ده چې موږ مذاکرات وکړو، خبرې اترې وکړو. د دغه ناستو په وسیله موږ کولی شو خپل اهدافو ته هم ورسیږو او له نړۍ سره تعاملاتو ته. آقای سید اکبر شال وردک و آقای فضلالرحمن اوریا آگاهان سیاسی و همچنین آقای رحمتالله بیژنپور آگاه رابط بین‌الملل، از حضورتان در محور امشب خیلی خوش آمدیم و از آن میندرسیدیم به پایان محور. از شما هم سپاسگزارم. شبتان بخیر.